تو مسئله قبلی یک متغیره بودش. مسئله قبلی چی بودش؟ یک متغیره بود. خیلی از مسائل یه متغیره نیستن، به صورت چند متغیره. خب یعنی مثلا من بخوام یه چیز رو پیش بینی بکنم، ببینم مثلا قیمت یه چیزی بالا میره پایین میاد، مینیمایز میشه ماکسیمایز میشه، یه دونه فیچر ندارم، ممکنه چیه چندین فیچر داشته باشم. خب و بر مبنای اون چندین فیچر بخوایم تصمیم گیری بخوایم انجام بدیم. خب یعنی مثلا ماد قبلی اگه نگاه کرده بودین، تابعی که مثلا وجود داشت چی بودش؟ یه دونه فقط چی بود؟ یه دونه فقط x بود. ولی ممکنه یه دونه فقط x نباشه، چندین متغیر داشته باشم. خب مثلا تو پیش بینی هوا، مثلا من میخوام پیش بینی هوا رو انجام بدم. حالا پیش بینی هوا مثلا ماکسیمایز مینیمایز نیستش، مثلا یه تابع مثلا وجود داره، میام نگاه میکنم چند تا فاکتور رو در نظر میگیریم، اون چند تا فاکتور مثلا ممکنه چه چیزایی باشه، مثلا توی هوا مثلا ممکنه زمان باشه، دیگه چی باشه، مثلا مقدار رطوبتی باشه که از قبل هستش و خیلی چیزای دیگه، میگیم متغیرهای مختلف. خب یکی از توابعی که معروفی که وجود داره برای تست استفاده میشه تابع روزن هستش. خب این تابع روزن رو فکر کنم این همون تابع روزن هستش که اسمش روزن بروک هستش. خب که شما اینجا این مسئله چند متغیره رو میتونیم ببینین، آی از یک تا چیه؟ n منهای یک، x آی بله منهای x آی، این هم x آی، این هم متغیره ما هستش. خب میخوام ببینیم که مثلا این به ازای چه مقدار، مثلا مقدار x مون مثلا چی میشه، مقدار x رو میخواییم اصطلاحا بدستیم. من برای سرعت کار اینو اینو با هم ببینیم، فقط توالت رو چند متغیرش ببینیم، بعد یه چیز دیگه بهتون بگم. سایپ و اپتیمایز چی؟ مینیمایز رو با هم دیگه داشتیم. حالا یه دونه تابع روزن میام تعریف میکنیم، روزن بوک، که یه تابع خیلی معروفیه. خب روزن بوک چجوری کار میکنه؟ سامیشنه، ببین فرمولش اینه، فرمولش چیه؟ صد ایکس آی به علاوه که منهای ایکس آی به توان دو، کلش به توان دو، به علاوه یک منهای ایکس آی به توان دو. کل این داخل چی هستش؟ داخل این سیگمای هستش. این حالت n منهای یک متغیر است. حالت m متغیره، بله m متغیره، من اشتباه کردم. گفته کانز ده پرابلم مینیمایزن ده روزن فانکشن n تا چی؟ n تا وریبل. خب برای حالت n تا وریبل یه چنین تابعیه. این چیزی که اینجا نوشته x آی بله منهای x دو بله x یک منهای x آی، این همینه، سامیشنه. خب این یعنی چی؟ یک دو نقطه از یک تا آخر. خب منهای دو نقطه منهای یک، خب به توان دو، به توان دو بله یک منهای ایکس منهای یک به توان چی؟ به توان دو هستش. خب حالا میخوایم اینو مثلا توی حالتی که چند متغیر است، یکی، دوتا، ستا، چهارتا، پنجتا، پنجتا متغیر میام در نظر میگیرم. چند تا متغیر در نظر میگیریم؟ پنجتا متغیر در نظر میگیریم. اینا اینیشیاله های اولیه اون متغیر است. اینا چی هست؟ اینیشیاله های اولیه اون متغیر هستش. خب بعد من تابع روزن رو میخوام مینیمایزش رو میخوام به دست بیارم، به ازای اینیشیال هایی که بهش دادم اونجا، یادتون ما فقط یه دونه صفر رو بهش مقدار میدادیم، فقط چی بهش میدادیم؟ یه دونه صفر اصلا میگفتیم، ولی اینجا چند تا متغیر به عنوان اینیشیال داریم بهش میدیم؟ یه دونه آرایه دارم بهش میدم. چرا آرایه دارم بهش میدم؟ چون تابع من، چون تابع رو به صورت چند متغیره دارم در نظر میگیرم، تابع رو به صورت پنج متغیره دارم در نظر میگیرم. خب
اینم متد به دست آوردن مینیمایز هستش که متد مختلف بوده. مثلا متد یادتون هست مثلا متدی که مثلا اومده مثلا سی جی بود یکیش، خب این از این متد داره استفاده میکنه، نلر میداره استفاده میکنه. خب حالا جواب میخوام به دست بیارم، جوابی که میام به دست میارم print res داخل چیه؟ داخل x مقداری که داره به دست میاره تو ایتریشنی که انجام میده 339 دفعه ایتریشن انجام میده، مقداری که به دست آورده این مقادیر یک رو به دست آورده. حالا مثلا من اینو میتونم بدم به اون روزنی که مثلا تعریف کرده، روزن برو که تعریف کرده بود، مثلا روزن x رو بخوام به دست بیاریم، روزن ببخشید روزن اسمش چی بود؟ روزن رس بود درسته؟ رس دات x. این مقدار مینیمایزی هستش که به دست میارم، خب مقدار تابه رو به این صورت به دست آورم. میشه current function value چیه؟ صفره. خب ایتریشن یعنی چی؟ 339 تا ایتریشن انجام میده. چون این حدس میزنه دیگه، درسته؟ ببینید اینا بر پایه حدس، یه حدس اولیه. حدس اولیه رو با چی شروع میکنه؟ با چه عددی شروع میکنه؟ با این عدد شروع میکنه. حالا مثلا من به جای این عدد مثلا اینا رو یه مقدار مقادیر پرت و پلا بدیم اینو مثلا به جواب میرسه یا نه. نوشت maximum number of function evaluation has been exceeded، یعنی چی؟ اینا معمولا روش های اینجوری چون روش های هیوریستیکی هستن، خب یه تعدادی رو برای حدسش انجام میده، از یه حدی اگه نتونست جواب به دست بیاره خارج میشه. بعد چجوری مثلا چه موقع جواب به دست میاره؟ اون حدسی هم که میزنه معمولا اینجوریه، یه مقداری به دست میاره، یعنی یه مقداری میده به اون تابع، یه جه سلوشن به دست میاره، دوباره اونو یه قدم میره جلو، دوباره اونو میده به اون تابع، یه سلوشن به دست میاره. اون مقدار جوابی که تو زمان تی داره با زمان تی منهای وقتی مقایسه میکنه، اگه این مقدار از یه حدی کمتر باشه و چند بار اینو تکرار بکنه، میبینه که به یه جواب بهتر هیچ وقت چیه؟ نمیرسه. پس میگه این جواب من جواب بهتر هستش. ولی وقتی مثلا زمان تیوم با زمان تی منهای یکم همینجوری هی تفاوت داشته باشه و این ایتریشن از یه حدی بره بالا، میگه آقا من به جواب چیه؟ نمیرسم. خب اگه مثلا من میرم باشگاه بادی بیلدینگ کار میکنم، دور بازومو چیه؟ اندازه گیر. مثلا میرم الان دور بازوم مثلا 10 مثلا 10 سانتی متر، میرم مثلا یه ماه میرم 10 میرم شده مثلا 12، میگم خب خوبه. دور یه ماه میرم 12 مثلا میشه 14، همینجوری مثلا تا میرسه به 50. رونی کولمن 50 بودن یه، درسته؟ بعد یه ماه بعد اونجا یه ماه مثلا 50 میشه مثلا 50 ممیز مثلا 1 میلیمتر، 50 ممیز 2 میلیمتر، درسته؟ دیگه این نشون میده که دیگه آقا این من ماکسیموم پرفورمنسی که میتونستم از سیستم بگیرم و گرفتم. نه خب پارگی که اصلا عضلا برام پارگی کار میکنه، یعنی مثلا شما وقتی دمبل میزنی یه ماهیچه یه ترمیم میشه، ترمیم کلاژن فکر کنم ایجاد میکنه، بعد شروع میکنه همینجوری چیه اون ماهیچه ها روش کردن. آره تا یه اندازه، از یه اندازه بعد دارو و نمیدونم چیه این کراتین و این خزعبلات ها به کمک میاد، از یه جایی بعد یه اونام دیگه چیه دیگه جواب نمیده اونا، درسته؟ به هر حال هر چیزی یه ماکسیمومی داره. منطقه اینکه ماکسیموم کی اتفاق میفته اینو ما تو زندگی هم داریم استفاده میکنم. الگوریتم هم همین جوریه،
یه نقطه رو حدس میزنه، میره جلوتر، دوباره حدس میزنه، میره جلوتر، نگاه میکنه میره داره مثلا اصطلاحا کانورج میشه یا نه، اصطلاحا چی بهش میگن به فارسی؟ همگرا میشه یا نه. اگه همگرا شد، همگرا یعنی که سولوشن ها، اختلاف سولوشن ها باید هی باید کم و کمتر باید بشه. اگه رسید به اختلاف سولوشن به حالت کم و کمتر رسید، یعنی جواب چیه؟ به دست آورده. خب که اینجا الان ما مقادیری که بهش داریم یه مقادیر پرت و پلا بود، درسته؟ ولی نتونست. ولی مثلا اگه مقادیر مثلا این 13 باشه، مثلا این 70 باشه، اون سوسکه رو اینجا نمیدونم حل کردم یا نه، توی کلاس دیگه بود سوسکه. خب آره، اون سوسکه، اون بلایند سرچه. خب اون سوسکه چجوری کار میکنه؟ بلایند سرچه. منتها اینجا وقتی میخواد جواب به دست بیاره، مسیر رو نگاه میکنه، سولوشن رو بهش میده. انگار مثلا اون سوسکه رو بخواد انزه، وقتی یه دونه کاشی میپره میره به کاشی دیگه، قضا رو نگاه میکنه میبینه از خودش چقدر دور شده، یعنی میتونه حدس بزنه. انگار مثلا حالا انگار مثلا بو میکشه، بوی قوی تر میشه یا چی میشه؟ ضعیف تر میشه. هر وقت این اختلاف هی کم و کمتر بشه برسه به اون سولوشنه، به جواب رسیده. بعضی موقع هی میپره میبینه بابا همینجوری اختلاف هست، سوسکی هم چی میشه؟ خسته میشه. مثلا ایتریشن چی میشه؟ از این حدی بیشتر میشه. حالا مثلا من یه مقادیری دیگه برای ایتریشن دادم، بازم نتونست به دست بیارم. بازم چیه؟ نتونست اینو به دست بیارم. خب یعنی میخوام بگم به دست آوردن جواب انقدرم چیه؟ راحت نیستش. خب حالا همون روزن رو اومده بهش کار کرده، بهش یه دونه حد داده. خب اومده بهش یه حدی داده، مثلا اومده یه دونه A و B بهش کار کرده، اومده بهش اضافه کرده، مثلا یه تابعی تعریف کرده به اسم روزن بیت آرد، مثلا دوتا A و B براش در نظر گرفته. خب قبلی فقط X بود، الان دوتا پارامتر A و B داره. بی اصطلاحاً چیکارش کرده؟ یه عرض از مبدا بهش داده. ها وقتی من با بی جمع میکنم، بی رو اصطلاحاً میگم بایاس. بی رو اصطلاحاً چی میگم؟ بایاس. هایش شنیده باشین، بی بهش میگم بایاس. انگار مثلا بایاس میگه، بایاس میشه قلق گیری، نه میدون تیر رفتین یا نه. شما وقتی میدون تیر تفنگتون، اگه تفنگ سالمی باشه، باد نوزه و اتفاق نیفته، وقتی اون سیبلو زیر مگسک ببینین، تیر رو که رها بکنه باید بخوره به اون، چون باد میوزه و تفنگا مثلا ممکنه این لوله خورتنیش یا کج باشه، خب دستش کدیست، اون زیر مگسک مثلا میگیره، منتها یه جا دیگه تیر میخوره. قلق گیری همون بایاسه، میگه آقا شما بیا بایاس رو در نظر بگیر، بیا بیا بایاس ازش کم بکن، همونقدر از سیبله فاصله بگیر تا به هدف چیه بتونی بزنی. این بیا همون بایاسه. ای هم که اینجا ضرب داره چی کرده؟ ضرب داره یه دونه اسکیلش کرده. خب ضرب داره یه دونه اسکیل کرده، حالا میخواد سولوشن اینو به دست بیاره. خب میاد سولوشن اینو به دست میاره، منتها تو سولوشنی که داره به دست میاره برای این آرگزه، خب وقتی میخواد سولوشن اینو به دست بیاره، میاد چیکار میکنه؟ میاد بهش یه دونه آرگومان هم بهش میده که نیم رو به جای A در نظر میگیره، یک رو به جای چی در نظر میگیره؟ به جای B در نظر میگیره. بازم چه جواب تونست کار بکنه؟ جوابی که به دست آورد جواب توی 319 تا ایتریشن تونست به جواب مورد نظر برسه. خب ببینید این روشه، این روشه روش نیلر مید بود. خب ممکن مثلا من بخوام از یه روش دیگه استفاده کنم، مثلا اونجا یادتون اومد روشی استفاده کردن، روش چی بودش؟ بی اف جی اس، شانو الگوریتم. خب این مثلا چجوری جواب دست میاره؟ این برای اینکه جواب دست بیاره، من باید مثلا مشتقشم، فکر کنم اینجوریه، میاد مشتقشم در نظر میگیره، میاد چیکار میکنه؟ میاد مشتقشو یا مثلا مشتق اونم میاد براش در نظر میگیره. ببینید همون مینیمایز رو داره به دست میاره برای مسئله روزن، منتها چی رو بهش میده؟
چی بهش میده؟ مشتقشو. مشتق انتابه چی میشه؟ من اگه مشتقم یه متغیره باشه خیلی راحت مشتق و میام مثلا این تابه که وجود داره تابه من چی بود؟ این بودش. دو رو تقسیم رو چی میکنم؟ اگه یه متغیر باشه دو این من عدد صد بود، دو در صد ضرب میشه میشه 200، درسته؟ بعد اگه مثلا فقط یه ایکس باشه دو رو به این متغیره مشتق میگیره. ولی وقتی من چند متغیره دارم مشتقم چجوری میشه؟ اصطلاحا گرادیان میشه، درسته؟ بعد گرادیان باید بگیریم، یعنی یک بار به متغیر اولی میگیریم جمع میکنیم، دوباره به متغیر دومی میگیریم، دوباره مشتق به متغیر سوم میگیریم. فکر کنم حواس شما کلا پرت ها اون وقت ما در مورد گرادیان نمی صحبت میکنیم. وقت استراحت دیگه خب مشتق اصلا به متغیر چهارم میگیریم، اصطلاحا گرادیان میگیرن. خب یعنی به ازای یک متغیره نیستش. حالا همین تابع که مثلا وجود داشت، همون تابع روزن، و این تابع روزن اومده چیکار کرده؟ مشتقش رو به ازای ایکس آی های مختلف چیه؟ گرفته. مشتقش چنین چیزی میشه. مثلا اگه تالت دو متغیره باشه، تالت دو متغیره، یه بار نسبت به ایکس آی، یه بار نسبت به ایکس یک، یه بار نسبت به ایکس صفر، خب مشتقش رو بخواد بگیره، مشتقش مثلا میاد در نظر میگیره این تابع مشتقشه. بکنم یه خیلی ریاضی شد ها. خب این تاب این چه مشتق تابع روزن اومده در نظر، یه مفهوم ریاضی. خب حالا چرا این مشتق رو میاد در نظر میگیره؟ چون وقتی از این متد داره استفاده میکنه BFTS، خب میخواد مشتقش هم بهش بده، میاد مشتقش هم چیکار میکنه؟ بهش. پس روزن رو میخواد به دست بیاره به ازای ایکسه که وجود داشت. ایکسه چی در نظر گیریم؟ ایکسه من همون صفر، همون ایکسه قبلی در نظر میگیریم، ایکسه همون قبلی در نظر میگیریم. خب توی اون جاکوبیان که هستش مشتقشو بهش میدم، مشتقشو بهش میدم، بعد متغیر ایکس رو میخوام چیکار بکنم؟ چاپ بکنم. خب ببینید ایتریشنه چقدر شد بچه ها؟ قبلی ایتریشنه چقدر بود؟ چون من مشتق تابرم بهش دادم، وقتی مشتقاتو منگا بهش چراغ راهنمایی دادیم که برم مثل همون چیزه بود مشتقه. ببینید این که من میخواد وقتی جواب معادله رو به دست بیاره گفتم یه دونه انگار شیبش رو در نظر میگیره، مخالف شیبش حرکت میکنه، میخواد مینیمایز به دست بده، به دست بیاره، درسته؟ اون شیبی که مثلا وجوده بر مبنای اون حساب میکنه. حالا یه عدد پرت و پلا چی بود دادیم به دست نیورد؟ این بود ها، اینو نتونست قبلی به دست بیاره، درسته؟ ببینیم اینو میتونه به دست بیاره یا نه، یا اگه نتونه که اصلا ما میگیم به درد نمیخوره. به دست آورد با چند تا ایتریشن؟ 185. درسته؟ حالا یه مقدار اعداد اولیه‌مون رو پرت و پلاتر میدیم، نظرتون چیه؟ توی ایتریشن 1000 جوابی که به دست آورده جواب زیاد این من های ایتریشنش 1000 در نظر گرفته، فانکشن ایوالویشن 1246
نه به سایپای فقط اپتیمیزیشن نیستش، چیزای دیگه هم داره. خب میگم چیز تنسر فلو هم همینقدر ریاضی ریاضی داره از این پیچیده تره. تنسر فلو تنسر یعنی چی؟ یعنی مثلا یه دونه من توی ویدیو دیدم مثلا وکتور و اینا رو که میگفت تنسر مکعب رو میکشه. آره به ما یه بودی رو میگیم صفر، بودی رو میگیم اسکالر، یه بودی رو میگیم وکتور، دو بودی رو میگیم ماتریس، سه بودی رو میگیم تنسور. میگفت هر چیزی از سه بود بالا رو تنسور. آره سه بود بالا، چون سه بود بالا سه بود هم میشه دید ولی چهار بود بالا دیگه بعضی موقع دیده نمیشه. محاسبات نه، ببین محاسبات همش ببین اینجا مثلا ما ماتریس، ما الان ما چیه بردار داریم خب، یا ماتریس داریم، اینا سه بودی، چهار بودی، n بودی، به اینا میگیم آنالیز عددی، آنالیز عددی جبر خطی، فرق هم نمی کنه. یعنی اون چی که مثلا تو یه بودی هست و دو بودی هم هست، انگار مثلا تو یه بودی شما بخوای فاصله رو حساب بکنی چجوری حساب میکنی تو یه بودی؟ میگه y منهای x، میگه x و منهای x1، درسته؟ حالا تو دو بودی فاصله چجوری محاسبه میشه؟ جداگونه و هم میگیری به تمام دو میرسیم کلا رادیکال میگیری. خب ببینیم فاصله اقلیدوسی، فاصله منهتن داریم، مثلا میگن چند جور فاصله تر، مثلا میشه دو بودی، داره تو سه بودی هم همینه. یعنی میخوام بگم مثلا اون فاصله هم تو دو بودی هم تو سه بودی هم تو یک بودی چیه؟ یه مفهومه، منتها یه مقدار فرموله شاید پیچیده تر باشه، قانون همونه. خب خب مثلا اون روشی که بهتون گفتم، روش درونیابی نیوتن، خب مثلا روش درونیابی نیوتن، مثلا موقعی که من خودم دیدم مثلا یه ساعت نشستم گریه کردم، خب به خدا عشق شوق و ندامت و حسرت. چرا؟ چون این مثلا این همین درونیابی نیوتن، من یادم مثلا تسته محاسبات عددی تو کنکور تسته وحشتناکی میدادن که مثلا تو دو دقیقه و نیم باید مثلا جواب معادله رو باید به دست میوردی. شما باید بتونی مشتق یک، مشتق دو، مشتق سه رو باید بتونی بگیری، خب بعد اونو میاری تو معادله قرار میدی، به ازای اون مشتقه که وجوده جواب میتونی به دست بیاری. منتها این فقط یه دونه تابعه که مثلا اینجا میاد صدا میزنه میاد آقا روشی که استفاده میکنه روش چیه؟ روش درونیابی نیوتن هستش. اون تابع مشتقش هم باید بهش بدی، تابع مشتقش هم بهش میدی، بعد بر مبنای اون جواب به دست میاره. حالا مثلا همین مسئله رو به عنوان آخرین چیزی که استفاده بکنیم، اینم بنویسیم ببینیم به ازای مقادیر پرت و پلا که دادیم اون قبلی نتونست جواب به دست بیاره، این میتونه به دست بیاره یا نه. چیه؟ خوابت گیره؟ ببینید بچه ها نگاه کنید اینجا را، قدرت خدا رو ببینید، ببینید توی هم مقادیر پرت و پلا که به عنوان ایکس اولیه بهش دادیم، خب اون روش قبلی نتونست به دست بیاره، درسته؟ ولی این روش توی 987 ایتریشن جواب نه اجرا کردم، نه قبلی این بود، ببینید این بودش جواب نتونست، باز این قبلی از اون اولیه بهتر بود، درسته؟ خب یعنی شما با اینکه مثلا روشتون روش سختری میشه، مشتق درجه یک و درجه دو و درجه سه اینا رو حساب میکنید بهش میدین تو تابع اصلیتون، که ایناش مفاهیم ریاضیه، چیکار میکنه؟ ریشه چی میگن؟ اون مینیمایز میکنه تابعتون، یعنی مینیمایز تابعتون رو چیکار میکنه به دست میاره. این تابع روزنبروکی که اینجا دیدین یکی از تابع مینیمایزه، خب یکی از تابع مینیمایز معروف
تابع روزه. مثلا به هوش مصنوعی علاقه داشته باشی، مثلا من یه دانشجو دکترا داشتم، گفتم یا نگفتم، یه الگوریتم میداد، یه مثلا الگوریتم یه متاهیوریستیک داد روی چیز کار میکرد، الگوریتم پنگوان های امپراتور. خب که پنگوان امپراتور برای اینکه مثلا زمستون رو بتونن طی بکنن و نمیرن، اینا چیکار میکنن؟ به صورت اسپیرال دور هم میچرخن. بعد این تابع انرژی رفتار حساب کرد و نحوه چرخش اینا رو حساب کرد و به الگوریتم بهینه سازی رسید، همون الگوریتم امپراتور. بعد توی برای اینکه به ژورنال بفرسته بگه الگوریتم من الگوریتم خوبیه، من مقالهش یادمه، یکی از توابعی که استفاده کرد همون تابع چی بود؟ تابع روزنبورگ بود. بعد به غیر از این تابع مثلا شاید 50 تا تابع دیگه وجود داره که شما باید الگوریتم رو اون توابع دیگه هم استفاده بکنی ببینی که آیا به جواب بهینه میتونی برسی یا نه. خب ما الان مثلا به صورت آکادمی که الان ای چیزی که دیدین اومدیم چند تا روش و روش نلر مید بود و با روش چی بود؟ بی اف جی اس و با روش چی؟ با روش نیوتن سی جی اومدیم چیکار کردیم؟ مقایسه کردیم. دیدیم روش مثلا نیوتن سی جی توی مقادیر پرتی هم که بهش داده بودیم تونه چیکار بکنه؟ توی ایتریشن معقول به جواب نهایی برسه. خب یه مقایسه اینجوری انجام دادیم تا اون جواب نهایی رو چیکار به دست آوریم. الان یه نگاه خودتون به این سطح بندازین، یک دو تا از اینا رو اجرا بکنید تا من اینو بزنم بارگذاری بشه.